زورگیری دیگه از سن و سال تو گذشته پیره من. از سن و سال خودت هم گذشته دیگه، وقتش مالی که بالا کشیدی پس بدی. تو کی هستی؟ صاحب اصلی مال. مال؟ کدوم مال؟ همون مالی که از صدقه سریش کارخونه رو علم کردی، ارباب شدی، خونه عیونی تو شمرون، ماشین مدل بالا، خودت، دخترات، دیگه نمیتونی حاشا کنی. کی تو رو فرستاده؟ حضرت عزرائیل. وقت نداشت، مأموریت رو به من داد. اینجایی که تو چیزی رو تو دست گرفتی نشون بده چند وقتی دستت هم بهش نخورده. نمیگی چه مرگته و چی میخوای؟ هر کی مثل آدمی زاد با تو هر صد اقامت خوشی نداشته. من تو زندگیم به احدی باش ندادم، با تو و همسال تو هم میدونم چه جوری هم یا حق منو میدی یا دمار از روزگار در میارم. سایه به سایه دنبالت هم. بابا آبا عرق بدمش کرد. مسکن راستشو بهم بگیم، واقعا طلبکار کارخونه بود؟ من واقعا نگرانتونم. از وقتی اومدین دوبار خون دماغ شده. خودتون که به فکر خودتون نیستین. چیزی نیست، ضربه خورده حساس شده. نگفتین کی بود؟ یه زورگیری چیزی بوده دیگه، چه میدونم. آخه یه نفری اونم وسط جاده. لابد بی پولی بهش فشار آورده بود. چی بگه؟
به نظرم یه مدت اصلا مدیریت کارخونه رو بسپاریم به یه کس دیگه. خودتون فقط نظارت کنیم. شما به یکم استراحت احتیاج دارین. اگه گفته بودم وقت سختی نباید بترسی و فرار کنی. نکنه زورم تهدید کردن. کیا؟ گفتم کیا؟ هیچی گفتم. راستی برای روابط عمومی کسی رو پیدا کردی؟ تو این اوضاع روابط عمومی به چه دردمون میخوره؟ اتفاقا الان لازمه. باید به همه نشون بدیم که کارخونه از همیشه سر پا تره. به مریم میگم. از پسش برمیاد؟ آره، ضمانتش با من. کجا جاش میدی؟ سالن طبقه اول. اونجا که پر آتش‌آشغاله، در دیوارش هم خرابه. درستش میکنم، براش کلی نقشه دارم. میخوای خرج رو دستم بذاری؟ زیاد گرون در نمیاد. طراح دکوراسیونش آشناست. کی هست؟ فریبا. این کوفته رو گرم کن بخوریم. نه، شما به من گوش کنین لطفا. مهندس من تمام و کمال پروژه رو برای شما انجام داده. این که قرار بوده خورده فرمایشه خارج از پروژه شما رو هم انجام بده هیچ ربطی به تاریخ تحویل نداره. صداتون رو بیارین پایین لطفا. صداتون رو بیارین پایین لطفا. من این چکو همین الان برای شما پس میفرستم. شما هم موظف این رقمی رو که من میگم توی چک بنویسین. خدا نگهدار. آقای مشکات، ما فقط زمانی حق داریم خورده فرمایشه خارج از پروژه کارفرما رو انجام بدیم که باهاش تصفیه کامل کرده باشیم. همیشه حق با مشتریه، بله، ولی ما خدمت مفت و مجانی به کسی نمی کنیم. این چک برای این آقا پس بفرستین. مهندس ملکوتی رو برای من بگیریم واسه این اتاقم. سلام، بیا تو. چشم. پاشو همین الان از جلوی چشم دور شو. فریبا، اومدی اینجا وقت منو میگیری واسه گفتن این اراجیف؟ دارم بهت سفارش کار میدم. من سرم شلوغ، وقت ندارم. تازه این همه شرکت طراحی دکوراسیون، پاش برو یه جای دیگه. تو از همه‌شون بهتر هستم، ولی برای تو جلال کار نمیکنه. جلال؟ جلال چیه بابا؟ پاشو تا اون روی منو بالا نیاوردی. پاشو. خیلی بی جنبه ای با این اخلاق گندت. هنوز اینجایی که تا قبول نکنی نمیرم از اینجا بیرون. مثل که دلت کتک میخواد. آره خیلی. قربونت برم. این خنده یعنی که قبول کردی دیگه. ببین، یه طراحی خیلی خوب برای بخش مالی و روابط عمومی کارخونه میخوام. نگران بابام نباش. بیچاره انقدر سر شلوغی که اصلا نمیدونه من دارم چیکار میکنم. حالا کی گفته من قبول کردم؟ الو احسانگر، پازوکی رو بفرست اتاق من. این همونی که میخوام بفرستم برای کار شما. بفرمایید. سلام. سلام.
شنیدم باز امروز دیر اومدین. لابد دیشب فوتبال بوده خواب موندی. من اصلا فوتبال نگاه نمی‌کنم خانم مهندس. ببینین مهندس پازوکی، من شرایط شما رو بعد از فوت مادرتون کاملا درک میکنم، ولی منم نمیتونم مشتریامو یه لنگ پا نگه دارم بهشون بگم مهندس ما وقتی آفتاب برسه سر دیوار تازه یادش میفته به سر کار. آخه کدوم مشتری؟ من که جز خانم ساعتچی مشتری دیگه ای ندارم. دیگه عذر بدتر از گناه نیار دیگه. من این مدت ملاحظتو کردم بهت پروژه ندادم، اونم بعد دو هفته مرخصی. کو مشتری؟ بفرما، اینم مشتری. خانم تابش هستن. با شما نسبتی دارن؟ بله. برای طراحی بخش روابط عمومی کارخونهشون اومدن. بله. بعد یه لطفی بکنی همین امروز پروژه ساعتچی رو جمع جور کنی تحویل بدی، از فردا باید بری کارخونه. البته صبح، نه لنگ ظهر. بله حتما. همین، ممنون. باش زد. حالا این بیچاره رو جلوی من سنگ رو یخ نمی کردی. وای، من امروز هزار جور گرفتاری سرم ریخته. تو رو خدا بیا برو رد کارت. ببخش. خواهش میکنم. از این نه خودت نه خانواده را دست نه آسایش نداری. کسافت لیلا جون، تو از مریم خبر داری؟ چند وقت ازش بی خبرم. چطور؟ خب باشه، کاری دارم، موبایلش هم میگیرم خاموشه. تو تلفن خونهشونو داری؟ مریمو که میشناسی، تریپ مرموزه، به هیچ که آمارشو نمیده. ببین عزیزم، من یه پشت خطی دارم، بعد باهات صحبت میکنم. کاری نداری؟ نه خدافظ. قربانت، خدافظ. سلام بابا. سلام بابا، کجایی؟ من تو خیابون. همین الان بیا کارخونه. چی شده بابا؟ باهات کار دارم. من الان دارم میرم دنبال مریم. انقدر با من یکی به دو نکن. میگم پاشو بیا بگو. چشم. چشم؟ چیزی شده بابا؟ نه نه. ای بابا. نه دخترم، چیزی نشده. برای کارهای جدید میخوام برنامه ریزی کنم. میخوام تو هم باشی. منم برای همین دارم میرم دنبال مریم. دارم میارمش برای این کارا. خیلی خوب، برو زود برگرد. ببین پیش مریمم رسیدی به من زنگ میزنی. خب باشه. چشم، کاری نداری؟ باشه، خداحافظ. خداحافظ. استاندارد سازیش کردم، میل بادامک. همونطور که حتما همتون میدونین، بزرگترین مشکل در طراحی این قطعه ار منفی یا در واقع همون انحنای روی قوس بدنه میل بادامکه که در حد میکرونه و با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. اندازه‌گیریش هم که احتیاج به دستگاه خیلی پیشرفته داره، اما من ار منفی رو اندازه‌گیری کردم. خدا بد نداره چیشو چیزی نیست، ضربه خورده، کم حساس شده.
تو کارخونه شایعه شده، طلبکارتون آدم فرستادم براتون. روی پلن پیاده کرد. خودت میگی شایعه هست دیگه. دو تا مزیت بزرگ داره. اول، مصرف سوخت رو پایین میاره. دوم، شتاب موتور رو بالا میبره. ببینین دوستان، اگر ما بتونیم اگه اجازه بدین یه کاری بکنیم دیگه مزاحمتون نشه. همین سهم خیلی بزرگی در ساختن یک موتور داخلی با سرعت یورو 4 داشته باشیم و هم میتونیم در هزینه های ارزیمون صرفه جویی بکنیم. از طرف دیگه نیاز ما هم به کشورهای خارجی برای تولید و واردات قطعات داخلی موتور کاهش پیدا میکنه. من دیگه ارزی ندارم، از اینجا به بعدش دیگه بستگی داره به نظر جناب تابش. آقای فرهمند، بقیه جلسه رو شما اداره کنین، من کار دارم. چشم آقا. ببخشید. بله. الو شبنم. سلام بابا، خوبی؟ کجایی؟ با مریمی؟ نه، دارم میرسم دم آتلیهش. پس چرا دارم لفتش بدیم؟ بابا خیلی خوب، مریم وردشتی زود را بیفت. بابا شما چرا امروز اینجوری شدیم؟ منتظرتم، خداحافظ. نرفتی تو هنوز؟ نه بابا، کجا برم؟ گفتم وایسم ببینم نتیجه جلسه چی میشه. سوارش خودم بهت میگم. آره؟ تابش با طرح موافقت کرد. خوشحالی؟ آره معلومه که موافقت میکنه، چیزی که تو داری میگی 100% به نفعشه. ای بابا یه جوری حرف میزنی انگار یادت رفته ما برای اینکه این طرح رو اجرا کنیم چقدر این درون در زدیم. نه امید، یادم نرفته، ولی قبلی ها برای اینکه بفهمن این طرح چقدر به درد بخوره خیلی کودن بودن. تابشی که من دیدم زرنگ تر از این حرف است. منظور؟ طرحی که تو بهش رسیدی یه ابداع سودآور خلاقانه است. حالا تابش قراره بابت این چقدر بد بده؟ آه، وقتی اینو میگی یعنی یکی رو سراغ داره که هر چقدر تابش بده اون بالاترشو میده. کمی کم 300 میلیون بالاتر. اگه به تولید هم برسه خودت هم شریک میکنه. این وسط چی گیره تو میاد؟ راسته ترمال توه، ولی ما یه تیمیم دیگه، نیستیم؟ به پیشنهادم فکر کن. تابش الان فقط به فکر کارخونهشه که با سرداره میره ته چاه. از این وضعیت که در بیاد بهش بگی ابداع من، میگه نه کار تو نبود، لطف خدا بود. ببین بهزاد جون، قضیه فقط پول نیست، این آدم به من اعتماد کرده، منم این اعتمادو به پول دلاله مفور نمیفروشم. شما لطفا اینقدر دوربر این دلاله نگرد، اخلاقشو مصریه. برو فردا تو کارخونه میبینمت. آقا سلام. نه قبول نکرد. میگم قبول نکرد، کله خرتر از این حرف هست. آره دیگه، باید یه فکر دیگه ای بکنی. باشه باشه، من منتظرم. خداحافظ.
راستش از وقتی که فهمیدم مریم اینجا کار نمیکنه یه سری وسایل شخصی داشت که براش فرستادم، اما آدرس اشتباه بود. شماره ثابت چی؟ اونم اشتباه بود. من میتونم یه نگاهی به وسایلش بندازم؟ بله حتما. خانم اسماعیلی، یه لحظه. خیلی نمیشد از کاره مریم سر در آورد. چیزی هم پیدا کردین؟ من دیگه فکر نمی کنم مریم بیاد اینجا. اگه بخوایی میتونی این وسایل رو براش ببری. خیلی ممنون. خواهش می کنم. خداحافظ. خداحافظ. آقای تابش، همین الان سرسای دقیقه در تماس گرفته. ظاهرم بچه های حراست با این نفر درگیر شده. چی؟ چی شده؟ چرا به این روز افتادی؟ با همونی که سپردین مراقبش باشیم. درگیر شدیم. مگه نگفتین در رفت؟ دوباره برگشت. ما پشت بوته‌ها کمین کردیم که اگه دیدیم گیرش بندازیم. آقا گیرش انداختیم. ولی چشمتون روز بعد نبینه. با چوب دستی افتاد به جونمون. خیلی خرزور بود. آقا درد حالیش نبود. خب بقیه‌تون کجا بودین؟ با درب ورودی فاصله داشتیم. بقیه نفهمیدن ما درگیر شدیم. مدام شما رو تهدید میکرد و فحش میداد. آخرش هم گفت بلای سر شما و دختراتون بیاره که هر روز آرزوی مرگ کنید. آقا این عوضی کیه؟ چه دشمنی با شما داره؟ شبنم، فریبا. کارت خیلی احمقانه بود.
واسه چی زندگی تو از بقیه قایم میکنی؟ به من نگاه کن. فکر میکنی واسه من مهمه خونه تو کجای شهره؟ اگه نبود الان اینجوری با هم حرف نمیزدی. باهات اینطوری حرف میزنم چون دوستمی به هم دروغ گفتی. دروغ گفتم چون واسه خیلی ها تو این شهر مهمه کی کجا میشینه، چه لباسی میپوشه، چه ماشینی سوار میشه، پاتوقش کدوم رستورانه. منم از همون دست آدم نیستی. تو ماشین شیک سوار میشی، لباسای شیک میپوشی، پاتوقت رستوران شیکه. شبنم، تو آدم مناسبی برای پرسیدن این سوال نیستی. ولی اینا هیچ کدوم توجیهی برای دروغ گفتن تو نیست. دروغ گفتم چون میترسیدم از دست بدم. تیفونه، خیلی خری که همچین فکر کرد. بابا به فریبا زنگ زدی؟ بله، همون جوره این صبحش قد و بد اخلاق. باشه، دوباره بهش زنگ بزن. اگه این دفعه بهش زنگ بزنم فوش عالم و آدم رو به هم میدم. مهم نیست، باشه. شما که اینقدر نگرانشین، خب چرا خودتون نمیرین سراغش؟ کاش همه چیز مثل گذشته بود، دوباره با هم بودیم. با اینکه فریبا اینقدر کله شقه، ولی تو چشاش میتونم بخونم چقدر دلش برای شما تنگ شده. بابا برین سراغش. باشه باشه زنگ بزن. بابا چرا بهم نمیگین چی شده؟ این کیه داره تهدیدتون میکنه؟ گفتم که خودم هم نمیدونم. گفتم به یعنی چی مگه میشه؟ یه نفر زندگیتون رو به هم ریخته، نمیدونین کیه، نمیدونین چرا داره تهدیدتون. گفتم که نمیشناسمش. پیله نکن دیگه. ای بابا من تو اتاقم هستم، زنگ زدی خبرش برام بیار. شما که هیچی نخوردین؟ من گرسنه نیستم. بابا جانم پاشین دیگه، مگه نمیان کارخونه؟ چرا میام، ولی تو زودتر برو، من یه کاری دارم باید انجام بدم بعدم میام.
چه کاری؟ بمانم. خیلی خوب. ولی حتما بیایم، مریم قراره امروز بیاد. باشه. مراقب خودتون باشی. خداحافظ. خداحافظ. مرا شب نه. بله. رسیدی کارخونه حتما به من زنگ بزن. باشه. خداحافظ. خداحافظ. الو سلام سلام خانم سلام خسته نباشید خوش اومدید حالتون خوبه متشکرم مرسی تشریف دارید خانم تا بهش بله یه لحظه اجازه بده خانم مهندس آقای مهندس حبیبی تشریف آوردن بله بفهم ممنون فعلا که قراره یه سری قطعه رو برای نمونه بفرستیم مگا موتور بعد از اینکه تاییدشون کردن با تیراژ بالا تولید انبوه شروع میکنیم چه خوب این گلان به همین مناسبته اینا رو برای تو آوردم ممنون من تو این یکی دو هفته خیلی فکر کردم تصمیم گرفتم خانوادمو در جریان بذارم من روی حرفایی که اون روز توی محضر بهت زدم هستم شرط خیلی سختیه میدونم شبا. آره دیگه مگه نهیدی بابا چی بود؟ از امروز تو شدی مسئول روابطمون ممنون شب بی خودی به دلت صابون نزن پوستت گنده است یعنی چی؟ بی بریم بهت بگم این سالون قراره بشه بخش مالی و روابطمون پس تو الان تا الان این دختر خوب هم مسئول بخش مالی بوده هم روابط عمومی ولی انقدر کار مالی سنگینه که ترجیح میدم یه نفر دیگه خرمالی روابط عمومی رو به عهده بگیره خیلی لطف دارین سلام 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 نه بابا اصلا نگرانی نداره نه جان تو اصلا نگران نباش ببین کار تولید از این بالا پایینا زیاد داره آره نه کاری کمکی هم از دست ما برمی اومد حتما بهم بگو باشه حالا ببین احمد جان یادت یه دفعه به من گفتی اگر کاری کمکی چیزی از دستم برمی اومد حتما بهم بگو آره آره جان تو الان برام یه مشکلی پیش اومده در واقع با این راهرویی که اینجا جدا می‌کنیم می‌تونیم دو تا ورودی در نظر بگیریم که بخش امور مالی و روابط عمومی کاملا مستقل از هم به نظر برسن اون وقت می‌تونیم رنگ دیواراشون رو متفاوت بگیریم که هر بخش با رنگ مخصوص به خودش شناخته بشه خب فکر نمی‌کنی اینجوری با دو رنگ خیلی شلوغ به نظر برسه خب میتونیم دو تا رنگ نزدیک به هم انتخاب کنیم که حالا خیلی هم آفتاب مهتاب نشه یا نمیدونم حالا هر طور که خودتون مایلین میتونیم یه رنگ انتخاب کنیم نظر تو چیه؟ به نظر من اگه رنگا خیلی اختلاف نشته باشه بهتره البته من طرح سه‌بعدی شده رو قبل از اجرا براتون میارم که ببینین که اگه ایرادی چیزی بود با هم دیگه برطرفش کنیم خیلی ممنون وقت فکر کنین چقدر طول میکشه کار چون خیلی طراحی پیچیده ای نداره بیشتر تفکیک فضا و جداسازیه فکر میکنم با اجرا حدود دو هفته دو هفته خیلی زیاده ما خیلی عجله داریم اگه میشه من سعی میکنم زودتر تحویلتون بدم ممنون
به هر حال خانم شکیبام اینجا هستن برای سری از کارا. اگر موردی بود میتونین از ایشون هم کمک بگیرین. خیلی هم عالی. خب پس شما هر چیزی که لازم دارید لیست کنید بدین به ما که سفارش بدیم. حتما. همین. اگه فکر میکنید مورد دیگه ای نیست من مرخص. خیلی ممنون. خسته نباشید. خدافظ. خانم شکیبا. چیزی شده آقای بازوکی؟ دست خوشش میاد. چی؟ از وقتی که اومده کارخونه برای طراحی احساس می‌کنم به مریم توجه داره. اگه واقعا ازم خواستگاری کنه من با این وضع بابام چجوری بهش بگم؟ دقیقاً همون چیزی که نمی‌خواستم. نگران نباشین. مریم دختر حساسی هست ولی خیلی باهوشه. قطعاً میدونه آدمو بر چه اساسی بهش نزدیک میشن. بهشون نگفتم تو بابات قهری. اگه حضور بابام اینقدر برای پدر مادرت مهمه بهتر بی خیال همه چیز بشی. تو گذشته شما چی هست که اینقدر آزارتون میده؟ گاهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو، هر بار سمت آدم ها دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبل دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن، من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم، دستامو محکم تر بگیر من بی تو میمیرم. فکر می کردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیک تر هستی، من بد شدم چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم، وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.